سرخط خبرها. فاجعه وحشتناک بیرون از مرزهای افغانستان، بالای طالبان. ادمر: طالبان با آوردن تروریست ها در کشور به سلم می رسند. یک شهروند افغانستان که قصد حمله بر سفارت اسرائیل در باکو را داشت بازداشت شد. جان سپکو: امریکا نه تنها پول زیاد را در افغانستان از دست داد، بلکه به فساد نیز کمک کرد. و طالبان: اظهارات مکال مبنی بر فروش اسلحه های باقی مانده امریکا در افغانستان تبلیغات است. باید خدا به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. ادمر: طالبان با آوردن تروریست ها در کشور به سلم می رسند. حنیف ادمر بامداد امروز سه‌شنبه 20 سرطان با نشر توییت جا دادن طالبان پاکستانی در نقاط مختلف کشور را محکوم کرده و گفته که طالبان باید بدانند که انتقال تروریست ها به خاک کشور صلح و ثبات را نخواهد آورد. او نگرانی عمیق خود را در رابطه به گفته های اخیر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره انتقال طالبان پاکستانی از مناطق مرزی و استقبال آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از این طرح ابراز کرده است. او افزوده که تصمیم طالبان بر انتقال گروه های تروریستی کشورهای منطقه را به نقاط مختلف افغانستان و فشار پاکستان بر طالبان را به این منظور به شدت محکوم می کنیم. این در حال است که پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر انتقال اعضای طالبان پاکستانی به شمال کشور، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرد که این گروه مهاجران وزیرستانی را که در مورد آنان نگرانی وجود دارد از مناطق مرزی به ولایت‌های مرکزی، جنوبی و شمالی افغانستان منتقل می‌کنند. اما آقای ادمر در این مورد گفته مردم ما هر نوع تلاش حیله و نیرنگ برای تحمیل آنان که عوامل خشونت‌ها و خونریزی‌های دهه‌های اخیر در دو طرف خط دیورند بودند بر خاک افغانستان را با قاطعیت رد و دفع خواهند کرد. او افزوده طالبان باید بدانند که آوردن تروریست‌ها به خاک افغانستان و روند محرومسازی مردم مظلوم ما از زمین و جایدارشان به صورت فراقانونی و با استفاده از زور و خشونت باعث صلح و ثبات نخواهد شد، نه برای افغانستان و نه هم برای منطقه. به گفته آقای ادمر انتقال جغرافیای تروریسم باعث مسئولیت پاکستان نمی شود، اما قطع حمایت دولتی از تروریسم و استقرار صلح و نظام مشروع و حفظ توسعه حقوق و آزادی های بنیادی مردم در پاکستان و افغانستان به صورت حتمی به تروریسم و مصاحیب آن خاتمه می دهد. وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان به کشورهای منطقه نیز هشدار داده و گفته است که انتقال شبکه های تروریستی که در تروریسم فرامرزی تخصص دارند ارمغان خوب برایشان نخواهد داشت. یک شهروند افغانستان که قصد حمله بر سفارت اسرائیل در باکو را داشت بازداشت شد. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که یک شهروند افغانستان که میخواست بر سفارت اسرائیل در آذربایجان حمله کند بازداشت شده است. این فرد به نام موسی خان باشنده ولایت قندوز است و نیروهای امنیتی آذربایجان روز دوشنبه 19 سرطان در باکو پایتخت این کشور او را بازداشت کردند. با این حال مشخص نیست که این شهروند افغانستان چه زمان قصد حمله بر این سفارت را داشته است. نیروهای اطلاعاتی آذربایجان گفتند که فوزان در حال برنامه ریزی برای انجام حمله بوده است و آنان تلاش میکنند تا هم دستان او را نیز بازداشت کنند. این نیروها اما مشخص نکردند که دقیقا قصد حمله به سفارت کدام کشور وجود داشته است. تصاویری که به روزنامه 8 صبح رسیده است این شهروند افغان را در حال گشت‌زنی در اطراف سفارتخانه اسرائیل نشان میدهد. فاجعه دیگر در بیرون از مرزهای افغانستان. دو جوان افغان در بریتانیا به جرمشان برای پیوستن به داعش اعتراف کردند. رسانه های بریتانیایی گزارش دادند دو برادر که شهروندان افغانستان هستند و به اتهام اقدام برای پیوستن به شاخه خراسان داعش بازداشت شده بودند به جرمشان اعتراف کردند. دادگاه محمد حلیم حیدرخان 21 ساله و محمد حمزی حیدرخان 18 ساله روز سه‌شنبه 20 سرطان در بیزبگام بریتانیا برگزار شده است. پس از محکومیت این دو برادر، مارک پین، رئیس پلیس ضد تروریسم این ولایت گفته است ما از اعترافات امروز این برادران استقبال می کنیم.
سنگینی شواهد علی آنها رای جز اعتراف برای پیوستن به یک سازمان تروریستی و جنگیدن برای آنها نمیداد. با این حال مشخص نیست که دادگاه بیزمگام چی حکم برای این ماجران افغان صادر کرده است. یک قاضی دادگاه روز چهارشنبه هفته گذشته عین بررسی پرونده این دو برادر گفت که آنان در سال 2022 به گونه چشمگیر افراطی شده بودند. عبدالحلیم و محمد حمزه پیش از سفر برنامه ریزی شده به افغانستان برای پیوستن به گروه داعش لباس و تجهیزات خریداری و فرم‌های درخواست پیوستن به این گروه را نیز تکمیل کرده بودند. گفتنی است که آنان در 2 نوامبر سال گذشته در خانهشان واقع در منطقه بیزمگام بازداشت شدند. این شهروندان افغان در حال در پیوند و پیوستن با داعش مجرم شناخته شدند که چند پیش برخی از نهادهای بین‌المللی از نفوذ شاخه خراسان داعش در کشورهای اروپایی هشدار دادند. جان سپکو: آمریکا نه تنها پول زیاد را در افغانستان از دست داد، بلکه به فساد نیز کمک کرد. جان سپکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، ضمن اشاره به انتقال پول هنگفت از سوی این کشور به افغانستان، میگوید که ایالات متحده به فساد در افغانستان کمک کرده است. او این اظهارات را روز دوشنبه 19 سرطان در اینستیتوت خدمات متحد سلطنتی بریتانیا مطرح کرده است. جان سپکو از فساد در افغانستان به عنوان بزرگترین چالش ماموریت ایالات متحده یاد کرد و گفت ما نه تنها پول زیاد از دست دادیم، بلکه به فساد نیز کمک کردیم. وی رویکرد آمریکا در قبال افغانستان را غیر واقع بینانه خوانده و افزوده افغانستان یک کشور بسیار فقیر است و که به یک باره پول هنگفت به آن وارد شد و نظارت اندک بر آن وجود داشت. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اضافه کرد ما پیش از 50 کشور و سازمان بین‌المللی در افغانستان داشتیم که فعالیت می‌کردند، اما هماهنگی بین آمریکا و کشورهای دیگر بسیار دشوار بود. طالبان: اظهارات مکال مبنی بر فروش اسلحه‌های باقی مانده آمریکا در افغانستان تبلیغات است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان: اظهارات اخیر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر فروش اسلحه‌های باقی مانده از آن کشور در افغانستان به ایران و فلسطین را رد کرده و آن را تبلیغات خوانده است. مجاهد روز دوشنبه 19 سرطان با نشر تیویت نگاشته است که گفته‌های اخیر مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، در مورد اینکه این گروه اسلحه‌های باقی مانده از آمریکا را می‌فروشند صحت ندارد. وی افزوده است این یک واقعیت است که پس از اخراج نیروهای خارجی و حاکمیت کامل امارات اسلامی، تمام اسلحه، تجهیزات و وسایل نقلیه در انبارها و ذخایر کشور نگهداری می شود و هیچ کس اجازه قاچاق یا فروش حتی یک اسلحه را ندارد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.